از چه زمان است خودت که اینجا مصروف هستی؟ چند سال ما خو از پدرم اینجا مصروف هستی. جوشی کردم نیم خام این همه بشم از حکیم صناعی تمام، یعنی علمیت من نصف علمیت حکیم صناعی، یعنی خود مولانا گفته که من علمیت از من نصف علمیت حکیم صناعی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. سلام و درود، وقتتان بخیر دوستای عزیز. شاید شعر برای شما، برای اکثر شما آشنا باشد. حس بزنید که شعر از کیست؟ بله، این شعر از حکیم ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی است که مقبرش را شما در پشت سر ما میتونید ببینیم. خب میریم دیگه پشت سر، نمای خود قبر صنایع است، با هم دیگر میریم در داخل و خود قبر رو میبینیم و نمای داخل از او را، و یک نفرم در داخل است که برای ما معلومات میده در مورد خود حکیم صنایع. خب بریم دیگه به طرف داخل. خب در این طرف و هر دو طرف مقبره های زیادی هستن و این خود دروازه خود مقبره هستن و این هم کسه خود محیط خود مقبره صنایع و این اتاق کسه نمازخانه است که مردم می آید در اینجا نماز می خوانند. و این خود نمای مقبره است و در اطراف از این شعرهای بسیار زیبایی نوشته شده که همهش از خود حکیم صناعی هستند. و با هم بریم دیگه به طرف داخل و معلومات بیشتر بگیریم. دروازه خود مقبره است. سلام علیکم کاکا جون، خوب هستین؟ سلامتین؟ خیلی باشین، سلامت باشین. خب بیا داخل که در این نقطه به این جای خود زندگی نامی مختصر خود صنایع را گفته حکیم صنایع از نوی بین 1470 تا 545 هجری قمری. حکیم و شاعر و عارف والا مقام غزنوی ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع در حدود 470 هجری قمری در این شهر باستانی چشم به جهان کشید. این خود پشت سر نمای مقبره است. شما میتونین برین برای ما معلومات بدین؟ خب کاکا جان اول خود یک معرفی بکن. اسم نادرشاه باشنده ولایت غزنی از قری خود حکیم صنایع است. مجا متولی حکیم صنایع است. او از قری خود صنایع است شما؟ بله بله، من اونجا باشنده هستم. چندین بار من خود ما آمدم، شما اینجا خودتان مصروف چی هستین؟ همیشه هم اینجا بودین؟ ما همیشه هم اینجا هستیم به اصطلاح خدمتگار جناب صنایع است. صنایع است. خب بریم خود کس خود قبر حکیم صنایع خود ای است. جناب حکیم صنایع است. جناب حکیم صنایع است در 470 پیدایش حکیم صنایع است، در 535 وفاتش، یعنی از عمر حکیم صنایع است که از وقتی که گذشته و چند سال عمرش شده، 75 سال عمرش شده، با عمرش حدود 1000 سال تر شده. حکیم صنایع است در طریقه نقشبندی شریف و هشتم خلیفه طریقه نقشبندی شریف است. واسه پیران پیر صاحب که چی شد؟ با هر چهار طریقت کار کرد. خب این خود مقبره صنایع است و این اطرافش چندین مقبره؟ اطرافش کسی به نام رمضان ابن یوسف
ای از در وقت عثمانیه در وقت عثمانیه ای یک کرامات صنایع سپهری ترک کرد پادشاهی خود مرید صنایع سپهری شد. پادشاهیش در کجا بود؟ در به اصطلاح ایتالیا فلان که مشهور در روم که بود. در روم بود. آه در روم بود. بعد از اینکه با صنایع آشنا میشه ترک پادشاهی میکنه و ترک پادشاهی نه بعضی خدمتگار صنایع سپهری شد. همیشه وقت خدمت صنایع سپهری میکرد با صنایع سپهری مواصیت کرد که کسی که در زیارت مامایه باید اول ایر زیارت کنه بعد از ما را زیارت کنه و خاطر اینکه یک مسافر است دومندش انا صاحب مقام شد خداوند مقامش بخشش و این اطرافش چند تا اطرافش که است او که است دو قبر که است بچای زین باشه و او که است او خاقانی است بس خاقانی شیروانی شاعر معروف است یعنی خاقانی شیروانی فکر کنم یادم است قرن پنجم احتمالاً در قرن پنجم بوده همزمان با صنایع بوده باشه این قرن حکیم شیروانی یک شاعرای یک از شاعرای بسیار معروف است شاعرای ما که خیلی شعرهای زیبایی سرود خب در مورد خود حکیم صنایع خودت یک معلومات اگه داری جناب صنایع سرالقی کل اولیا در غزنی است به اصطلاح سر الحباط کلیات مثنوی معنوی حدیقت الحدیقه این کتاب را تنصیف کرده از جناب مصنوی سیب که است جناب صنایع سیب که است از روی حدیقت الحدیقه ایزی مصنوی شریف عطا چی شد مولانا سیب گفته عطا رو بود و صنایع دو چشمیان ما از پای عطا رو صنایع آمده ایم این مولانا سیب دیگه مربانی کرده که ترجوشی کردم نیم خام این همه بشنو از حکیم صنایع سیب تمام این علمت ما یا بزرگا هستند یا سید شخصیت نیست که خود بالا کش کنن اما چیز به خاطر چی خود مولانا صاحب گفته که علمیت من نصف علم حکیم صنایع سپهری است علمیت مولانا صاحب جهان تکان میداد اما بازم گفته اما خود ستایی نکرده خود سفرشی نکرده که ترک جوشی کردم نیم خام این همه بشنو از حکیم صنایع تمام یعنی علمیت من نصف علمیت حکیم صنایع سپهری است خود مولانا گفته که من علمیت از من نصف علمیت حکیم صنایع سپهری حکیم صنایع سپهری بسیار یک شخصیت بزرگوار بسیار یک شخصیت مقدس از چه زمان است خودت که اینجا مصروف هستی چند سال ما خو از پدر اینجا مصروف هستیم ما اینجا که هستیم باشنده اینجا هستیم تا که یادی خود ما ما و از پدرای ما سو اینجا دفن است در داخل و بیرون سن اینا کسایی که اینجا دفن هستن پدرای ما اینجا دفن هستن این یکم معلومات در مورد از این خو سه به چیز اینمی به اصطلاح پیش مردم تا خاک و تا چیزا را چه میکردن اما از عقیده درست خود اما این چیزی ما نمک باز مونده ما نمک که از باز ما قرآن شریف اطلاعات که کردیم باز دم مونیم باز اینمی که مردم است باز نسبتا در حساب شرعی نمک خاک حرام است واس که بر مردم بخوره واس ما از خاطر عظمی ایشیش همی نمک اینجا مانده ایم که مردم مثل توفه یک صنایع سپهری تبرکی میدیم خب این تبرک است دیگه تبرک هر کس که میآید از اینجا ای آیات قرآن دزی میخونید میخونیم به دم میکنیم واس مردم که ما واس از یک کم کم با مردم بدیم. خب صحیح یک گفت دیگه همی بیرون یک چی بود؟ او که از بیرون به اصطلاح اونجا عمر خود جناب صنایع سپهری کرده خب ببریم یک بار انگل این قفه که دروازه رو باز کنیم خواست ایسا مدر بازم اینی من سوال اینجا بود این سوال که اینجا بود سب ای که هست اینمی این چلخانه یکی میسن هایی سب است این تقمینا 40 سال اینجا عمر خود سپری کرد اینجا که در یک وقتی هست جناب صنایع سپهری در وقت بهرمشاه غزنوی به نواسه سلطان محمود سپ در اون وقت بود و باشه به اصطلاح صنایع سپهری در همون وقت بود بازی یک چی شد یک بعضی وقت در دربار بهرمشاه میرفت و توابالا میشد بازی یک به نام خواجه لیاخوار سپ او را یک تنه او را برش چی کرد بازی سوگند کرد 12 سال در اینجا باز تر کرد یعنی صنایع سپهری 12 سال در اینجا تر کرد حتی در حصل حقیقتش بود و باشش اینجا بود 40 سال باز در یک حسابی که بعد از سوگند خود 12 سال متواتر تر کرد اینجا خب اینجا در اموتر که 40 سال اینجا گذشتنده ولی اینجا جای طاعت و عبادت و به اصطلاح جای خاص به اصطلاح جای است اینجا که جای نفس
حسابی کمیگی نفس و تکلیف و رنج و مشقت این چیزا خود به این خاطر خواسته است. کل این نمای از این ساختمان از چی وقت ساخته شده؟ ساختمان از در وقت زایشا ساخته شده. پیش از او همیتا گنبز گلی بوده. پدرهای ما که آتنقی یاد من نمایه. مازی در وقت زایشا ترمیم شده. مازی رو زایشا ترمیم کرد. بازه نیز صحنه فیلی که فلان حاضر ما شما که میمینیم بازی یک بازسازی شد. اما در بازسازیش هم چندان در کار موفقانه نکردن و کار اخلاصانه نکردن اونو بعضی جایش که هستونه تو پس ریخته و پس خراب شده اون بعضیش سر که هست پس تخریب شده در کل یک پارک هم در این بخش که هست به نامی پارک هم که هست در نام در این باز ما خورد بشه بودم در یادم همه که گرفتی پیش همینجا که بود قلای ما بود از پدرای ما باز همین قلای ما پس پس سیر وقف کرد همینجا بازی رو باغ صنایعی بجار کرد خودی گفتی از قریه صنایعی است نه؟ ما به نام این قریه خوجکیم یعنی می امی منطقه به نام اینجا قیره سنایی باید خود این منطقه؟ امی منطقه به نام خوجکیم یاد میشه خوجکیم سنایی دیگه سنایی خزنی این ساختمان هم مربوط هم دید پارک این ساختمان کسی ایره گرفته که این اصل کتابخانه سنایی سبست امی های ایره کسی هم مستلا ناظر ایره جناب امی آخوندزاده سب ایره پیشنیاد کرده که دو ایچی جرمونیم برای مشایخین که حال خلیفه صاحبا باشه که باید ذکر کنه از طریقه نقشبنده شریف و قادریه شریف یک دارالحتام بستاد جور میشه کتابخانه صنایع سبن باشه فلان ناظر زیر ترمیم و کار است خود تشکر دیگه کاکا جان لطفتان سلامت باشه وقتتان خوش دیگه بسیار باشه خب بریم یک نمای دیگر همه تو بریم از نمای خود پارک هم داشته باشیم و دیگر خداحافظی میکنیم خب دوستو عزیزی خودی یکم بیا پیشتر این یک دست خودی پارک صنایعی است که در نام خودی صنایعی چی شده و ایرم که یکم معلومات داد در مورد خودی کتابخانه صنایعی است فعلا پارک است خب کسی نیست خیلی افراد کمی است خب دوستو عزیزی بود از نمای مقبره حکیم صنایعی غزنوی برای از اینکه ما را حمایت کرده باشین فقط کافیست چینل ما را سبسکرایب کنید تا ما تشویق شویم و برنامه های خوبتر و عالیتر را